با سلام خدمت همراهان گرامی، اگر ویتامین بدنمون کم بشه چه اتفاقی میافته؟ همونطور که میدونید ویتامین ها ترکیباتی هستن که در بدن یا ساخته نمیشن یا اینکه به مقدار کمی ساخته میشن. وجود این ترکیبات به مقدار مشخص در رژیم غذایی برای رشد طبیعی و تداوم سلامتی لازمه. اما اگر دریافت ویتامین ها از راه غذا پایین تر از سطح نیاز بدن باشه، عوارض کمبود اون ظاهر میشه. در ادامه با افس تیوی همراه باشید. دردهای عضلانی. درد مفاصل میتونه از علائم کمبود ویتامین باشه. ویتامین های مانند A, C, D با جنبه های متعدد سلامت مفاصل ارتباط دارن و کمبود اونها باعث ایجاد و تشدید دردهای عضلانی و استخوانی میشه. در اینکه منبع اصلی تولید ویتامین دی نور خورشید شکی نیست، اما به دلیل مضرات اشعه ماورای بنفش از جمله بالا رفتن خطر سرطان پوست، امروز اکثر افراد از تماس مستقیم با نور آفتاب اجتناب میکنند و در نتیجه امکان تامین ویتامین دی از این طریق به حداقل میرسه. شما عزیزان میتونید با خوردن ماهی تون و ماهی سالمون از منابع مفید ویتامین دی استفاده کنید. به خواب رفتن پاها. اگر مدام دست و پاتون خواب میره یا اینکه در قسمت‌های انتهایی بدن انگشتان دست و پا احساس سوزش و گزگز دارید و یا نمیتونید تعادل خودتون رو موقع راه رفتن کنترل کنید، احتمالاً مضطرب یا افسرده شدید. اما اگر رویتون خوبه و مشکل خاصی ندارید، احتمالاً دچار کمبود اسید فولیک و ویتامین‌های B6 و B12 شدید. خوبه بدونید که اگر سطح این ویتامین کم بشه، مغز به دشواری میتونه با اعصاب بدن ارتباط برقرار کنه و به همین دلیل به بی‌حسی و مشکلات تعادل دچار خواهید شد. چغندر، مارچوبه و اسفناج منابع خوبی برای تامین این ویتامین هستند. اختلال دید در شب. تاریکی دید در شب از علائم کمبود ویتامین آ هست و حتما میدونید که هویج برای تقویت قوه بینایی بسیار مفیده. این سبزی نارنجی و پرطرفدار سرشار از بتاکاروتنه که پیشتاز ویتامین آ محسوب میشه و در تقویت قوه بینایی نقش مهمی داره. جالبه بدونید که شبکوری هم یک اختلال بینایی محسوب میشه، طوری که دید در تاریکی یا شب به صورت غیرعادی مختل میشه. و برای تامین ویتامین آ میتونید از اسفناج پخته، کدو تنبل، طالبی، فلفل قرمز و زردالو استفاده کنید. مشکل بعدی عکس العمل های کنده. از علائم کمبود ویتامین ای ضعف و سستی عضلات، مشکلات چشمی و بینایی و مشکلات تعادلیه که در بلند مدت میتونه به کبد و کلیه آسیب برسونه. برای مثال اگر در گرفتن توپ و همچنین در ترمز نکردن به هنگام رانندگی سریع نباشید، به احتمال زیاد بدن شما با کمبود ویتامین ای مواجه شده. ویتامین های ای برای سلامت دستگاه عصبی مفیده و مثل ویتامین B12 به برقراری ارتباط بین مغز و اعصاب، کنترل کننده عضلات و عکس العمل ها کمک میکنه. و با خوردن مغز ها و دانه ها، آووکادو، تخم مرغ و گوشت میتونید این ویتامین رو تامین کنید. کمبود ویتامین و کندی در بهبود زخم ها. خشکی و شکنندگی زخم های بهبود یافته قبلی از علائم کمبود ویتامینه که کمبود دریافت اون باعث تأخیر روند بهبودی میشه. 1000 میلی گرم مکمل ویتامین C در روز باعث کاهش 40% زمان بهبودی زخم میشه و استفاده از 2000 میلی گرم در روز ویتامین C باعث کاهش 50% زمان بهبود زخم میشه. ویتامین C بر سیستم ایمنی تاثیرگذار بوده و باعث افزایش عملکرد سیستم ایمنی میشه. برای تامین ویتامین C میتونید از انواع لیموها و نیز سبزیجات دارای برگ سبز مثل اسفناج استفاده کنید. احساس استراب و افسردگی. ویتامین های گروه B از جمله ریز مغذی هایی هستن که میتونن در خلق و خو و کسب انرژی افراد تأثیر مثبت و مستقیم داشته باشن و رضایت خاطر، نشاط زندگی و قدرت مبارزه با مشکلات رو در انسان افزایش بدن. محققان به این نتیجه رسیدن که برای پیشگیری از بروز علائم افسردگی در بین افراد سالمند لازمه که با مصرف مکمل ویتامین B1 از کمبود اون جلوگیری کرد. شما همراهان گرامی میتونید با خوردن پنیر، بادام زمینی، کنجد و برنج قهوه‌ای این ویتامین رو تامین کنید. و در نهایت بوی بد دهان.
گلیکوژن ماده کربوهیدراتی ذخیره موجود در کبد و عضلاته و نیاسین یا ویتامین B3 در سنتز اون نقش داره. بوی بد دهان ممکنه از علائم کمبود ویتامین B3 ناشی بشه، به ویژه اگر خوب مسواک میزنید و از نخ دندان استفاده میکنید و به طور کلی در رعایت بهداشت دهان دندان کوشا هستید. و خیلی مهمه که بدونید کمبود ویتامین B3 به ضعیف شدن عملکرد کبد می انجامه. کبد روی عملکرد صحیح معده و روده ها تأثیر میذاره و به همین دلیل اختلال در عملکرد اون به مشکلات گوارشی و در نهایت بوی بد دهان منجر میشه. شما عزیزان گرامی با خوردن ماهی‌های چرب، دانه آفتابگردان و سبزیجات از قبیل چغندر میتونید این ویتامین رو تامین کنید. امیدوارم این ویدیو هم مورد پسندتون قرار گرفته باشه. حتما لایک کنید، سابسکرایب کنید و ما رو با دوستانتون به اشتراک بذارید. در انتهای این ویدیو، ویدیوهای قبلی ما رو تماشا کنید. با تشکر از شما عزیزان، خدا نگهدار.